هر کاری داری میکنی خیلی قیافت سکسی شده، نمیدونم چیه. ریشاتو نمیدونم خطش بالا پایین کردی. آها اینجاها سیاهه بعد میاد سفید میشه و دوباره سیاه میشه. خیلی خیلی کس شدی. امشب برو دختر بازی. میکنه اون که سر کار دیگه. امشب شب جمعه، شب هم از شب پولشه. یک ما با همه آریه زیاد شوخی میکنم چون همه نداره دیگه. بعدا تو یادم به نفر گفتی که نه همه آریه مال شما ها کسخونین، همه نداره مامانش مال من. بعدا یه فوش مامان بهش دادی، آریه هم بده یه فوش مامان داد. خب بعد مامانت هم اتفاق خونت بود، توی چیز بودی، البرنی بودی آپارت. بعد تو مال این حرفا نیستی. گفتش که اه، گفتی آره مامان بیا اینجا آریه کار داره. خب برعکس عزیز، این ویدیو همونجوری که دارین می‌بینید اینترو مینترو نداره. اگه متوجه ما بگیم سلام سلام، با یه داستان خیلی خنده‌دار شروع شد از اینکه اگه دوستاتون عمه ندارن، خواهر ندارن، خواهر ندارن، لطفا فحشو حرام نکنین، به مادر بدین که مطمئن باشین داره. یه سری دوستان هم که مادر ندارین که اصلا دیگه فوش لازم نیست بهتون داد، چون بی مادرین دیگه. آقا دیروز تو اینستاگرام خواستم که سوال بپرسین، بعد لطف کردین یه چند تا سوال پرسیدین، زیاد نیستش ولی هست دیگه. حالا ما اینا رو سعی می‌کنیم یه چند تاشون رو بپرسیم. خب برای برعکسی که نمیدونن، ماکان وکیل مهاجرت و ما نزدیک 2 میلیون تا سوال داریم که قراره یه چند تاشو از ماکان بپرسیم. سوال اول، مهمترین سوال این بود که آقا دول میخوری یا پلو؟ این اگه اجازه بدی روش یکم فکر کنم. اینو فکر کن، میتونی خود پلو بخوری بهش فکر کنی. من فقط پلو. این اصلا آدینس های تو برای همین خیلی جالب. برای همین اول کوچل رو پوشیدم، خودم اجازه بده درش آره. نوشته آیا یک وکیل میتونه بر بقیه عکس های PS5 به تن بگیره؟ اینم سوال خوبیه. اینو من نمیدونم. خب بچه حالا دیگه خارج از شوخی، اگه کسی نمیدونه داستان چیه، من عکس از پای خانومم گذاشته بودم ولی بقیش هم پلی استیشن زدم. من اینو دوست دارم ولی منظورم پلی استیشنه. ماکانم اون سوالی که بود و ماکان پرسیده بود واسه خنده بود. اوکی، کسی که رشتهش مهندسی برقه، کانادا واسش کشور بهتری یا آلمان؟ خب این چه میدونه آخه چه سوالیه؟ آره ببین، سوالایی که اینجوری هست واقعا الان با دنیای اینترنت خیلی خوبه که سرچ کنه، چون مثلا کسی که رشتهش برقه داره چیکار میکنه، تو چه کمپانی هست، رزومه کاریش چیه، شرکت خودشو داره، اینوستمنت داره، یعنی خیلی سوالا هست. سوال ساده ایه ولی بخوای جواب بدی سخته. اینا رو باید چک کنه دیگه. کسی که میخواد از طریق تحصیلی بره کانادا، هزینه هاش چجوریه؟ اینم سوال خوبیه. مقطع است. ببین اینم دوباره اینترنت میتونه خیلی کمک کنه، چون که مدرسه به مدرسه فرق میکنه. مثلا تو دولتی بری، پرایوت بری، اینترنشنال تقریبا یک چیزه ولی بازم فرق میکنه. و باز مقطع به مقطع، با الیمنتری سکول اگر پدر مادر برای کار بیان ویزای کاری اونا پول نمیدن، ولی از اونجا به بعد های سکول اینترنشنال فی میگیرن. دانشگاه بستگی به دانشگاه، بستگی به رشته، فی اینترنشنال فرق میکنه. برای پروگرامی دیگه 30-40 هزار دلار برای دانشگاه. های سکول رو نمیدونم واقعا. های سکول من فکر میکنم سالی 24-20 هزار تا، واقعا نمیدونم اون حوله باشه، بستگی داره به چی. ولی بعضی از های سکول هم چون زیر 18 سال استودنت میاد، مجبور خوابگاه بگیره یا یه هومستی جایی بگیره، اونم هزینهش اضافه میشه به شهریه که میده، یعنی فقط شهریه نیست. برای اومدن نباید برای پولی بده واسه فرم پر کردن اینا. اینا اپلای میکنه، مدرسه قبولش میکنه. آره ولی باید نشون بده که میتونه سپورت کنه خودش، یعنی کانادا نمیخواد یا آمریکا نمیخواد به یکی اجازه تحصیل بده بیاد و بعدش بگه من پول ندارم، حالا بهم پول بدین، وام بگیره، از دولت بخواد پول بگیره. بابت اون آها. میخواد بتونی نشون بدی حالا یا گردش مالی یا هر پولی که اویلیبل هست برات. خیلی ها میگن مثلا ما ریال استیت داریم، خونه داریم، آپارتمان داریم، اونا خوبه ولی برای استپ دوم. استپ اول کش مهمه، یا یه چیزی که بتونی نقدش کنی یا با خودت بیاریش. چون میدونه آفیسر که اگه بیای کانادا یا آمریکا پول نداشته باشی تا خونه فروخته بشه، نباشی، بشی، سند بتونن بزنن، نظرن طول میکشه.
ولی خب کمک میکنه که مثلا این پشتیبانی مالیمه، اینم انقدر پولیه که میتونم ساپورت کنم. برای یک سال بعد بتونی خودتو نشون بدی که میتونی ساپورت کنی. یه نفر نوشته که ما اقدام کردیم برای اسکیل ورکر 4 ساله، نه تکلیفمون معلومه نه ریجکت میشیم، داستان چیه؟ به احتمال زیاد توی کانادین اکسپیرینس کلاس هستن. من نمیدونم تو کدوم قصه، چون پروفایل ها بعد از یک سال اکسپایر میشه. حالا چی شکلی 4 سال توی این؟ آه پس این شده بلیچاره، شاید یه سال پیش اکسپایر شده خبر نداره، شاید خبر ندارن. آره، یا فدرال سکیل ورکر الان مستقیما شاید برای پروونس خاصی بوده که دیگه باید جوابش بیاد. ولی اگر یه چیز غیرعادی هست، اگر اکسپرس انتری پول رو گرفتن و اپلیکیشنشون رو سابمیت کردن و تو پروسسه، دیگه باید فقط وایستن تا پروسه اپلیکیشن تموم بشه. ولی یه کانفرمیشن یه چیزی میگیرن، رسیدی که نشون بده اپلیکیشن گرفته شده و تو پروسه هست. زده از نه از طریق تحصیل نه سرمایه گذاری، راه دیگه هست که وارد کانادا یا آمریکا بشیم؟ سخته ولی میتونه، بستگی داره به رزومش که تو چه پوزیشنی داره کار میکنه و بعد چه پوزیشن چه کاری رو تو آمریکا یا کانادا میتونه بگیره. مثلا حالا شامل حال این شخص شاید نشه، ولی کسایی که تو ورزش خیلی آدمای چیزی هستن، ادوانسی هستن، extraordinary ability دارن، یعنی آدم های خاصی هستن، میتونن اقدام کنن برای آمریکا. اونایی که توی رشته ای هستن دوباره خاص هستن ولی بیزنس خودشون رو دارن، میتونن اقدام کنن برای کانادا. یعنی اینا لازم نیست حتما تحصیل کرده یا سرمایه گذاری باشه. دلیلی که سرمایه گذاری و تحصیلی میگن چون یکمی straight تره، پروسش راحت تره. آره اینای دیگه مثلا باید بری دنبال امپلویر بگردی، امپلویر چک نمیخوای پیدا کنی، بعد سرچ کنی ببینی کی کجا، بعد اون امپلویر بخواد یکی رو از ایران بگیره، میدونی میگه خب من مثلا تو همین جایی که رو میگم یا از آمریکا میگیرم یا از جای دیگه. من میتونم مثلا ادیتورم و یا مثلا منیجرم رو بیارم چند سال دیگه، مثلا درآمد یوتیوب زیاد باشه، بگم که من این آدم رو لازم دارم چون ایرانی بلدن فلان، بعد بهشون میده دیگه، چون میبینه درآمد رو میبینه، اون درآمد خوشم از طریق من، یعنی در واقع من امپلویر اونم دیگه. آره اون یه بخشش هست. یه بخش دیگه‌اش اینه که تو نتونی کسی رو توی کانادا پیدا کنی، لیبر مارکت ایمپکت اسسمنت میخواد، یک ادورتایزینگ ران میکنی برای یه ماه دو ماه، هر چقدر بیشتر بهتر، نشون میدی آقا من برای این پوزیشن دارم یکی رو هایر میکنم تو کانادا و دیگه مردم اقدام میکنن. حالا اونایی که کوالیفای نیستن، که طبیعتاً هیچ کدومشون نباید کوالیفای باشن که بتونی یکی رو بیاری، حالا یا هستن یا نیستن به هر دلایل، اگه بودن که خب باید هایر کنی، اگه نبودن نشون میدیم که اینجا نیست. نمیتونم بگم اوکی مثلا این کارش ساده است، کار اینه که فقط مثلا ویدیو من نگاه کنه ببین کجاش خوبه کجاش بده، یعنی هر خری میتونه این کارو بکنه، پاشا هم میتونه این کارو بکنه، ولی من چون 3 سال دارم با این کار میکنم به چش این اعتماد دارم، کار من آرته، من دارم یه ویدیو درست میکنم، من به جای که مثلا یه چیزی میگم و این پاک میکنه، نفر بعدی من نمیدونم اینو پاک میکنه یا نه، من اینو لازم دارم، این کافی نیست، چون اصلا میگم بابا چی باید بگردم اینو پیدا کنم، چون من نمیتونم کسی دیگر پیدا کنم، چجوری بتونم اصلا بگردم؟ من اینو 3 سال باش کار کردم که فهمیدم این میفهمه من چی میخوام، اینو دولت چجوری بهش نگاه میکنه؟ جاب پستینگی که میذاری نمیتونه خیلی اسپسیفیک باشه که فقط مثلا تو دنیا یکی براش الیجیبل باشه، اونم شخصی که تو دنبالشی، باید جنرال باشه که همه بتونن اقدام کنن توی اون فیلد. ولی بعدا تو که وقتی باشون مصاحبه میکنی مثلا میگه آره من بلد نیستم، مثلا چه میدونم 3 رو وصل کنم به 10 بدون اینی که مثلا گلیچ تو سیستم باشه، اینو هر کی بکنه گلیچ توش میاد. خب ولی این دوست تو اگر میتونه این کارو بکنه که گلیچ پیش نیاد توش، این یه دلیلی میشه که اونا برای این نتونستن بگیرن. اینا رو تو ریکورد میکنی که اگر زنگ زدن ازت پرسیدن که آقا کسایی که اقدام کردن برای چی هایر نکردی، بتونی بگی مثلا این 10 تا اومدن اقدام کردن برای من، اپلای کردن، ولی اینا این مشکلا رو داشتن، نتونستن بگیرمشون. مثلا بیکر میتونی، من از بیکر کارشو کردیم، اومده نوم پز. آره بیکر، حالا نونوایی میشه یا آن شیرینی بود آن شما؟ آره شیرینی پز و اینا باشه. خیلی هم مثلا برای رستوران ایرانی آشپز سعی میکنن بیارن. خب اینا خیلی چیزه الان، البته ایران خیلی، آمریکا کانادا خیلی زیاد شده ایرانی، شاید بتونن پیدا کنن، ولی قبلا خیلی سخت بود. اینا هم چیزای خیلی خاصه دیگه که مثلا همینجوری نمیتونی پیدا کنی، و بچه‌ها باید مهم باشه برای بیزنست که خب برای تو هست، و باز استپ بعدیش اینه که میتونی پول حقوقش هم بدی، نمیتونی حقوق مثلا نرم نیست و بهش بدی، یا مثلا این نرم هست مثلا سالی 40,000 تا 30,000 تا، همون شما میتونی بدی یا شاید یکم بالاتر، ولی نمیتونی بگی آقا این با 10,000 تا هم حاضر بیاد اینجا کار کنه. آها قبول نمیشه، فهمیدم.
این نمیتونم بگم دلیلی که اینو میخوام چون ارزونه. نه نمیتونی. فهمیدم. نه میگم من این آدمو به خاطر کارش میخوام، وقتی بیاد من 10 تا آدم بهش میدم بیاد 40 تاش میکنم. من چیزی که آیدیام بود گفتم که ما اگه درآمدمون بره بالا من یه درصدی رو میدم به اون، و اون درصد وقتی خودش به اون لولی که باید بشه برسه دیگه خودش اصلا کوالیفای میشه. من اصلا لازم نیست راجع به پولش حرف بزنم. پول، یعنی من گفتم ما اولی دری میدیم که اول پوله برسه، پوله که اومد بعد میدیم به دولت، میگیم که این آدمو من میخوام، آردی پولش هم داره تولید میکنه، یعنی جاستیفایش بکنم که چرا این یارو رو میخوام. چون تو یه کباب زن میخوای از ایران بیاری، کار کباب زن هنوز ندیدی، ولی من کار کباب زن رو داری میبینی چون کبابشو داره آنلاین مثلا درست میکنه. تقریبا نشه برای ویزای توریستی نمیشه زن و شوهر با هم اقدام کنن؟ میشه، دوباره خیلی بستگی داره به پروفایل زن و شوهر. دلیلی که بعضیا میگن جداگونه با هم اقدام کنین به خاطر اینکه وابستگی شخص به کشورش بیشتر میشه وقتی زنش تو کشورش هست. مثلا اگه زن من ایران باشه من بیام کانادا، خب کانادا میگه این دلیل خیلی دلیل خوبی داره برای اینکه بخواد یه روز برگرده دوباره ایران یا هر کشور دیگه است. ولی وقتی دوتایی با هم میان بیرون باید چیزای دیگه ای داشته باشن، مثلا کارشون باشه، ملک و املاکشون باشه، پدر و مادرشون باشه، اگر آدم مریضی دارن که دارن تیکر میکنن اون آدمه، هر چیزی که نشون بده اینا وابستگی داره. و این ما اتفاقا یه کیسی داشتیم، 3 بار رفیوز شده بود برای ویزیتور ویزا و همه جوره هم اقدام کرده بود، یعنی دیگه هیچ فکری نمیتونستن بکنن، تازه اومده بودن بعدش دنبال وکیل میگشتن. اول ستایی با هم اقدام کرده بودن رد شده بودن، بعدن پدره اقدام کرده بود رد شده بود، بعدن بچه برای استادی پرمیت اقدام کرده بود رد شده بود، یعنی همینطور همه رد شده بودن. برای 4 بار اومده بودن پیش من دیگه هم شما همه کارا رو بود که میتونستید کردی دیگه. از علاوه اینا خیلی کیسای خوبی هم برای من، من عاشق این کیسای هم که یکم چالنجینگه، چون که دیگه بدتر از این که نمیشه دیگه بدتر از این، ولی let's give it a try one more. و دوباره که اقدام کردیم این دفعه برای زن و شوهر با هم دیگه اقدام کردم من و اونا گرفتم و پشتبندش هم برای پسرشون گرفتیم که اومد، یعنی ستاییشون اومدن کانادا. و این به خاطر این بود که وابستگی به ایران تونستیم هایلایت کنیم و مشکلای پرونده قبلی رو بگیریم. ایرادی که بیشتر وقت پیش میاد که برای اینا هم پیش اومده بود، وقتی که رفیوز میشه دوباره اپلیکیشن سابمیت میکنن بدون اینکه بدونن واقعا مشکلای آفیسر اولی چی بوده. صده با اینکه گی نیستم ولی اگه بخوام از طریق مهاجرت کنم داستان چه جوریه؟ تست میگیرن؟ با اینکه گی نیست؟ آره، میخواد بگه من گی ام کسی کشته فرار کنه. در واقع داره میگه داستان چه جوریه؟ از آدم تست میگیرن چه جوری؟ پروف کنید گی، بعد نشون بدی که گی، حالا با داکیومنت آفیسر هر سوالی بپرسه، ریسرچ که میکنن. نمیارن کسی رو لب بگیری؟ مثلا نمیگن دوست پسر تو بیا لب بگیر؟ نه من تا حالا نداشتم کیسی که همچین ریکوستی بکنن، ولی خب کیسی هم که گی نباشه خیلی روشنه، یعنی اصلا لازم نیست اکسپرت باشی تو قضیه، با یارو که صحبت میکنی جوری که صحبت میکنه، نالجش روی LGBT کامیونیتی، کلابایی که هستن، با کیا معاشرت میکنه، سوشال میدیاش، خیلی نشون میده، راحت میشه فیلتر اوت کرد. تک به تک مراحل رفتن به کانادا با سرمایه گذاری چیه؟ سریع اگه بخوای بگی. سرمایه گذاری؟ پرونده امیگریشن سامیت وایس برای جواب. آ یکی سوال قشنگ پرسیده بود نمیدونم پیداش کنم یا نه، نوشته بود. نه ولی وایس جواب اینو بدم. بگو. برای چی نمیتونم جوابشو درست بدم؟ به خاطر اینکه سرمایه گذاری خب لول‌های مختلف داره. بعد بستگی داره که تو میخوای از کدوم لول بیای. مثلا استارتاپ ویزای کانادا شما اینوستمنتی برای کانادا نمی‌کنی تا موقعی که میخوای بیای و بیزنس تو رو اندازی کنی. یو دو انجام میدی اینوستمنت، ولی برای اینکه فقط بیزنس تو آپن رانینگ کنی، مثلا وبسایتی درست کنی، پروداکت تو بفروشی، اینا هزینه بیشتر رو میدی برای اون دزیگنیتد اورگانایزیشنایی که میخوان بهت یه اپروال لتر بدن. این خب فرق میکنه. و بعد از اینکه اپروال گرفتی میتونی پرونده تو سابمیت کنی، دیگه میری تو کیو جواب بدی. یکی سوالی پرسیده خیلی برام جالب بود، داده بود اگه کسی به هر طریقی حالا بخواد مهاجرت کنه میتونه خودش بکنه بدون وکیل، یا وکیل یه چیز حتمیه؟ نه میتونه واقعا، وکیلم برای بعضی از پرونده ها لازم نیست. من خودم حتی برای خودم وکیل میگیرم اگه کاری داشته باشم، بخاطر اینکه حالا تایمشو ندارم و اینکه اون وکیل داره پول میگیره یه کاری رو بهتر بکنه برات، پیس اف مایند. برای بعضی ارزش داره، برای بعضی نداره. من خودم همیشه میگم من بعضی کلاینت ها منو هایر میکنن، بعد از مثلا پس فرداش یه زنگ میزنن این پرونده ما چی شد، این چی شد، جوابش رو من میگم که شما وقتی وکیل هایر میکنی به خاطر اینکه خودت پیس اف مایند داشته باشی، یه خیالت از این بابت راحت باشه. اگه شما میخواید تا صبح بیدار باشی که به من زنگ بزنی باز شب خوابت نبره، خود بکن دیگه.
خودت انجام بده دیگه، یعنی یعنی وکیل شاید اینجا به دردت نخوره. کیسایی که پیچیده نیست یا راحته واقعا، حتی پیچیده هم میتونه، یعنی بستگی باز به خودشون داره که چقدر بخوان تایم بذارن، ادوکیتد بشن، فرما رو درست فایل کنن. بعضی که وقت دارن و تایم دارن، خب ورست کیس سناریو پرونده برمیگرده یا ریجکت میشه، دوباره از اول مشکلاشو حل میکنن، سابمیت میکنن. نوشته یک پرونده سیاسی باید در چه حدی باشه که شامل پناهندگی سیاسی باشه؟ حدی نداره ها، باید باشه و قاضی تصمیم بگیره. آره فهمیدم. ترشولدی نداره دیگه. آره بعد نشون بده. واسه کسی که توان مالی نداره امکان مهاجرت هست؟ ببین اگرم باشه شاید آپشن خوبی برای طرف نباشه، چون خودت میدونی توی آمریکا و کانادا واقعا سخت زندگی کردن، مثلا پولم نداشته باشی. خب ولی اگه یه نفر بی پول باشه تو کانادا، با ببخشید تو کار کانادا یا تو ایران، اگر کونه شده شوش کار بکنه تو کانادا میتونه زندگیشو چرخونه، تو ایران نمیتونه. آره اینجوری شاید، ولی منم اینو نمیدونم. یعنی من تو این سطح کسی رو ندیدم که واقعا توی ایران هیچی نداشته باشه. من میگم آره تو اگه کانادا بودی خیلی وضعیت بهتر میشه. افکار ممکنه این باشه، مثلا تو ایران بابا دو تا راه میری به دو نفر سلام علیک میگن شوخی میکنن، ولی اینجا نه، نداشته باشی یعنی واقعا از 8 صبح کار کنی تا 8 9 در. حالا سکسس استوری هم داریم، زیاد داریم، ولی درصدشون بازم کمه نسبت به اونای دیگه. اگر پولی نداشته باشی بخوای مهاجرت کنی از طریق کار دیگه، یعنی یک به نظر من یک پروفشنی باید یک کاری رو مستر کرده باشی که یک کسی از کانادا یا آمریکا بتونه هایرت کنه، استخدامت کنه که بیای. آقا داستان سوال خودمه، این داستان کوچه دعوتنامه چیه؟ هر کی در میرسه به ما میگه دعوتنامه بزن. مثلا دال ندیدم دعوتنامه وجود داره، ندیدم کسی با دعوتنامه بیاد. اگه هم چیزی وجود داره کجا میری اینو بگیری؟ به کی میدن؟ هر ایرانی باش حرف بزنید اولین جمله که داشت میشه واسه من دعوتنامه بفرستی؟ واسه نمیدونم این چیه. معمولا برای فقط ویزای توریستی استفاده میشه دعوتنامه، اونم آپشناله، لازم نیست. من خودم همیشه موافق دعوتنامه نیستم، چون همینطور که به شما میگن که مثلا به ما دعوتنامه بده، دعوتنامه میگیرن اصلا هیچ ربطی به کیس نداره. مثلا دختر خالش توی کاناداست ولی دوستش براش دعوتنامه فرستاده، خب ریلیتیو درجه که نفرستاده افیسر، این براش جای سوال پیش میاد که مثلا تو چرا اومد داری میای اینجا، یعنی دختر خالت رو نمیخوای ببینی، اینجا نباشه شاید بهتر باشه. ولی دلیلی که میگیرن به خاطر پرپس اف ویزیته، که نشون بدن به افیسر آقا دلیل اومدن ما به کانادا اینه که مثلا سهیل رو ببینیم، میدونی؟ آها بس فقط واسه توریستیه. بعد کجا من برم اینو بگیرم؟ میخواستم به کی زنگ میزنی؟ یا وکیل میتونه برات طرحش کنه. اوه پس من در واقع می نویسم که آقا من مصطفی دوستمو دوستانم ببینم، کانادا هم خواست بیاد، ما اینجا در خدمتشیم. این که میده صحبت کنه بگی آقا ما اونجا میدیم، در ورود میدیم، این دایوس دنبالمون میاد، خیابون نمیخوابیم. فهمیدم. دقیقاً. فقط پرپسش کلیر باشه که واقعا من میخوام برم سوالو ببینم، اینم دعوتنامه سوال که گفته منو اکسپکت میکنه که برم پیشش. یا مثلا اونایی که وضع مالیشون خیلی خوب نیست، یه کسی توی کانادا یا آمریکا هست میتونه بگه من اینو دارم سپورتش میکنم، پول هواپیماشو دارم میدم که بیاد اینجا منو ببینه، خونه بهش میدم، هزینه ای نداره، همه هزینه‌هاش هم با خود منه و قولم میدم این موقع برگرده بکشه. اگه یارو بنره من گیرم الان. بستگی به دعوتنامه داره. بعضی وقتا تعهدم میدی که من اگر این برنگشت، من هزینه‌هایی که بخواد اینجا بشه که بیاد از گورنمنت بگیره، من کاور میکنمش تا 10 سال یا همیشه دیگه، تا همیشه دیگه، تا چون این 10 سالی که هست معمولا به خاطر یا تکس پر میکنه بعدش درآمدش میره بالا، یا گرین پرمننت رزیدنسی میگیره یا سیتیزن میشه که دیگه تو آفته هوک میشی. آها ولی اگه یارو ویزیتور بمونه تا روزی که هست، اگه تو تعهد داده باشی دیگه گیری تکنیکلی. دپنز ولی آره، تقریبا دپنز ولی آره دیگه. بعضی هم فقط تعهد میدن که ما اینو داریم دعوتش میکنیم بیاد دیگه. قبلنا خیلی مهم بود، قبلنا همه فکر میکردن که باید باشه تا اپروف بشه، ولی الان خود طرف خیلی بیشتر بسته. مثلا اگه کسی هست که سفر زیاد رفته، اروپا رفته، نمیدونم آفریقا رفته، جاهای دیگه رفته، حالا میخواد بیاد کانادا، مگه اونجا دعوتنامه داشته؟ نداشته دیگه. نه پاسپورتش، خودش پاسپورت پرپس اف ویزیت شو داره نشون میده. آقا این آقا توریسته، همه جا رفته توریستی، حالا میخواد بیاد کانادا. ولی اونی که تا دیروز هیچ جا نرفته، یه دفعه میخواد بیاد ونکوور یا میخواد بیاد کانادا یا میخواد کمک میکنه. کمک کنه. آره. فهمیدم. چیز مهمی نیست، فقط یه قطره است توی لیوان آب. آره مثل دیواره دیگه، وقتی میخواد دیوار بچینی شاید یه آجری یا یک سنگ یه چیزی میخواد بذاری، ولی کل پیکچر این نیست. بیشترش مدارک که دیگه است. زده با ویزای کار میشه رفت دانشگاه؟ اگه ویزای کاری بگیری بیای میتونی درس هم بخونی؟
بستگی به ویزای کار داره، بعضی وقتا لیمیت داره به ویزای کار، ولی برعکسش میشه. اگه بیای برای تحصیل تا 20 ساعت میتونی در هفته کار کنی و تعطیلات هم میتونی بیشتر کار کنی. و الان هم که اصلا اجازه میدن اونایی که تو کانادا هستن با ویزیتور ویزا یا هر ویزای دیگه تبدیلش کنن به ویزای کاری که ریستریکشنی نداشته باشه. این برای ایرانیاست یا برای همه؟ میدونم برای ایرانی ها این کارو کردن، این قانون رو برای ایرانی ها عوض کردن که بتونن این کار بکنن. بعض بحث همینی خیلی قانون عوض شد. کسایی که سربازی اجباری سپاه افتاده واسه مهاجرت به مشکل میخورن فکر میکنن؟ برای آمریکا آره، اگر IRCG باشه آمریکا ممکنه بهشون گیر بده، یعنی گیر که اپلیکیشن تو پروسس ممکنه بمونه تو جواب بده. چقدر بده ها، فکر کنم مثلا تموم زندگی کارتو بکنی بعد دو سال بعد زوری بری سربازی، بعد میری دنبال میگم میگن نمیتونی بگی چون رفتی سربازی، میگی ای بابا ما اونو نمیخواستیم بریم، به زور کردن چونمون، حالا که رفتیم سربازی آمریکا هم دیگه نمیتونیم بریم. اینا که اینا به نظر من حالا کشور و قوانین خودشون رو دارن، هر چیزی هست. من همیشه میگم ریسپکت میکنم قانون کشور. من تو ایران هر کاری که بشه اگه پلیس منو بگیره میگم خب من این کارو خلاف کردم، رشتم همینه. تو آمریکا و کانادا هم همین، تو آمریکا هم دهنم سرویس شده چند بار بخاطر این. حالا به زورم خیلی هستن سربازی هر جوری شده نمیرن، میدونی این تصمیمو میتونه بگیره. ولی اون بنده خدایی که مثلا پدر من یا دایی من که مثلا 20 سال پیش 10 سال پیش هر چقدر پیش رفته این مسیر رو، الان میگن تو اون موقع که اشکالی نداشته، ولی الان میگن تو اون موقع هم رفتی الان نمیتونی بیای به خاطر اینکه برای این گروه سر در صورت که این قانون نبوده اون موقع. اوه اون دیگه خیلی دادوزیه. اون خیلی فیر نیست. الان خیلی از زن و شوهرها هستن که زن یا شوهر توی آمریکاست، طبیعتا زن، حالا زن است، میخواد شوهرش رو بیاره از ایران یا میخواد بچهش رو بیاره و به خاطر این نمیتونه بیاره. یکی زده یه بیناموسی کلاهمو برداشت، الان نمیدونم چه وضعی داره پرونده که ساخته، ویزای توریستی بوده، اینو بعد چیکار کنه؟ یه نفر اومده گفته کارتون میکنم غیب شده، باید بره بشه کی بفهمه کجاست کارش. باید اگر رسید داره که نشون بده پرونده فایل شده، باید یه ریکورد از پروندهش بگیره که ببینه چی فایل کرده. چون متاسفانه اینم حالا سوال خوبیه، چون بعضی وقتا که پرونده‌ای که رد میشه، من معمولا پرونده‌ای که رد میشه یا به مشکل میخوره یا پرونده‌ای سختو میبینم، یعنی پرونده‌ای استریت فورورد رو نمیبینم. ولی اونایی که رد میشن اینکوایری میگیرم که ببینم تو پرونده چیه. مثلا میگم شما گفته که شما زن تو کاناداست، بعد مثلا یارو میگه من زن ندارم، برای اینکه پرپس ویزیتو نشون بده گفته این زنش کاناداست، خود بیاد زنشو ببینه مثلا. ولی این خودش نمیدونسته چون فرما رو قبلا امضا کرده، بعدا ایمپور کرده، یا مثلا سند گذاشته تو مدارکش که این ملک و املاک داره ولی اصلا مال این نیست سندا، خود طرف نمیدونسته واقعا اینا. خب این خیلی سخت میشه چون نه که امضا کرده تو بعد نشون بدی خب این موقع امضا نفهمیده. آره دیگه، حتی نشون بدی نفهمیده میگی خب چه آدم نفهمیده که موقع امضا نمیفهمیده، یعنی ثابتش هم هنوز تخمیه یه خورده. آره چیزش هم سخت ثابت کنی، ولی خب مهمه که بدونی، چون اگر تصمیم گرفته نشده باشه میتونی زودتر اینا رو سعی کنی درست کنی قبل از پارت ریکوردت بره و بدونی چی هست دیگه. اونا رو بعد نشون بدی که چی اتفاقی افتاده، برای چی اینجوری شده، استیتمنت میگیریم، سوال دکلریشن درست میکنیم، میذاریم و سابمیت میکنیم. ولی دو تا کار حتما، اگر رسید داره پروندهش رو ریکوست کنه که براش بفرسته کانادا ایمیگریشنش که ببینه چی سابمیت شده، و اگه سابمیت هم نشده و طرف وکیل هست یا نیستش مشخص، و اگه نیست که دیگه unfortunately کاری نمیشه کرد. ولی اگه وکیل هست هنوز میتونی پیگیری کنی و ببینی به کجا میرسه پروندت یا هزینه‌ای که کردی. مرسی. زده بعد از تحصیل تو کانادا حتما باید شغل مربوط به رشته پیدا کنی برای گرفتن ویزای کاری؟ نه، میتونی مثلا پرستاری بخونی بعد بری مثلا مکانیک شی؟ خب کوالیفای نمیشه، یعنی اون مکانیکه اینو هایر نمیکنه. نه مثلا اگه یارو تو خونه فهمیدم، پس نه ربطی نداره مدرکت، فقط باید کار کنی بعدش. میگه لطفا دقیقاً چقدر آدم یه نفر اگه چقدر پولش باشه دیگه حتما میتونه بیاد آمریکای کانادا؟ ببین حتما که خب الان یه مثال دادم. زد دیگه، گفت 1 میلیون هم داشته بگار رفته به خاطر 1 میلیونش، واسه اینو تو ذهن داشته باشین، ولی به غیر از اون جواب تام. آره خب مثلا آمریکا میشه با شاید 300 هزار دلار الان گرفت، آره پرمننت رزیدنسی گرفت، گرین کارت گرفت، برای کسی که بقیه چیزاش هم الیجیبل باشه، یعنی فقط بحث مالی نباشه. جزئیات گرفتن ویزای توریستی برای دانشجو از داخل ایران چیه؟ برای دانشجو توریستی بخواد بیاد، خب اگر
اینا واقعا توریستی هست. اگه میخواد بیاد بمونه طبیعتا دانشجویش رو ادامه بده، یعنی دانشگاهش رو ادامه بده، براش بهتره. ولی اگه واقعا توریستی میخواد بیاد، وابستگیش به کشورش خیلی مهمه، travel historyش مهمه که قبل از اینکه الان میخواد اقدام کنه کدوم کشور رو رفته، آیا اقدام کرده به کشوری که ردش کردن یا نه برای ویزای توریستی، اون مهمه چون توی اپلیکیشن میپرسه دلیلش هم برای چی میخواد بیاد کانادا. میتونه مثلا هر چی باشه، میخوام توریستی بیام شهرها رو ببینم. دوباره اگر travel historyش توی 5 سال 10 سال گذشته بتونه نشون بده که مثلا همه اروپا که نه، مثلا چند سفر اروپایی داشته، دور و بر رفته دیده، حالا میخواد توریستی بیاد کانادا، اونم travel purposeش کلیر بود. ولی اگر نیست در اون حد، خب یک دلیلی میخواد برای چی میخواد بیاد کانادا. سوهل جان اطلاع دارن که ویزای همراه در آمریکا اجازه کار داره یا خیر؟ شخص اصلی در دانشجو هست در آمریکا. ویزای بستگی داره که اون دومی چه ویزایی بهش دادن. مثلا F1 هست، به اون F2 دادن یا یه اجازه کار دیگه داره. یا آره یا نه، جفتش پاسبل هست. آره میتونه سوالشو کلیرتر برات بفرسته، برای من بفرسته جوابشو بده. نشی برای ورزشی میشه اومد؟ آره، اگر دوباره اکسپشنال ابیلیتی داشته باشه، مثلا مسابقات شرکت کرده باشه، چه نشنال یا اینترنشنال جوایز گرفته باشه، کار داوری انجام داده باشه، باش مصاحبه کرده باشن، میتونه بیاد. اگر در این لول نباشه میتونه باز از طریق کاری بیاد، ولی برای ورزش خیلی سخته کاری، چون دیگه الان میبینی همه تو کار کوچینگ یا آنلاین کوچینگ یا دارن ترنینگ میدن پرسنال، کاری سخته براش. ولی اگر جوایزی چیزی برده باشه میتونه الیجیبل باشه برای پروگرام آمریکا و کانادا. پس باید آدم خاصی باشه تو کارش، هر کسی رو راه میدن واقعا خاص باشه. پناهندگی چه جوریه راستی؟ پناهندگی یه جوری خودتو برسونی به این کشور، درسته؟ حالا بگو با ویزای مثلا توریستی اومدی. آره پناهندگی رو من کلی بهت میگم، هر کسی که آرگومنت دعوای کیسای پناهندگی اینه که میگن آقا من تو کشور خودم امن نیستم به این دلایل، حالا دلایلش هر چیزی که هست دیگه، مدارک و داکیومنت و اینا رو باید نشون بدی و تصمیم میگیرن رو اون چیزایی که داری. آها، بعد کجا پناهندگی اعلام میکنی؟ از فرودگاه که وارد چی میگی یا اینکه میری یه جای خاصی میگی؟ هر داش میشه، هم میتونی تو فرودگاه که اومدی بگی، همین که وقتی که وارد کانادا شدی اپلیکیشن تو بعدن سابمیت کنی. آها، بس خیلی خوب، بس ریلکس، یعنی تو بیای تو دیگه گیر نیستی یه جا، میای تو بعد داری کارتو میکنی تو دوران پرنده، یعنی کار اجازه نداری بکنی، درست میگم؟ نه چرا، بعد اجازه کار میدن. اوکی، بعد از اینکه سابمیت کردی که میخوام پناهنده شم، درسته؟ بله. بعد از اینکه اپلیکیشن سابمیت کردی اجازه کار میدن. بهترین راه برای اقامت سرمایه داری؟ به نظر من بستگی به پروفایل طرف داره. مثلا اونی که دانشجوه، خب چون پول نداره طبیعتاً نمون رشته دانشجویش رو تصدیل کنه، ولی اونی که پول داره خب اینوستمنت معمولاً سریع تره. آمریکا گفتی 300 تا، کانادا چقدره؟ کانادا ببینید، استارتاپ ویزا هیچ هزینه‌ای که نداره، ولی هزینه اینکوبیترهایی که میگیرن ازت یا اون دیزاینیتر ارگنایزیشن ها میگیرن تقریباً اونم بین 250 اون هلوهوش هست. مال ولی 33 ماه اینا طول میکشه بعد از اینکه پرونده تو سابمیت کردی. الان پروسسینگ تایمی که اعلام میکنن تقریبا 3 سال ها. اوکی، واو. ولی بعد از آمریکا اگه کسی بتونه مثلا $300,000 داشته باشه، 2 هفته ای آمریکا جوابشو میده و بعدش کیس میره برای دیگه اینترویو. حالا اینترویو توی پستایی که میره اونجا بکلاگ میره. آمریکا 2 هفته، کانادا چونی 3 سال. آره آمریکا دو چیز هست، دو استپ هست. اول خود آمریکا بعد میره USCIS، اونا شما پول اکسترا میدی 2400 تا اضافه میدیم یا 2 هفته جواب منو بدین. 2 هفته بعد میگن که کیست اپروف میشه یا نه، و اپروف که بشه بعد میفرستن دیگه، حالا امبسی که ریجن شما رو کاور میکنه. بکلاگ اونا طول میکشه. ما الان مثلا کیس داریم که تو بکلاگ اونجا طول کشیده، خب کووید شد، بعدش این مشکلایی که تو ترکیه اتفاق افتاد، تو ایران فهم اینا دست به دست داد و طولانی شده. الان مثلا 2 سال تو پروسس اونجا گیر کرده. ولی خب خیالش راحته که اپلیکیشنش اپروو شده. آره میفهمم، حداقل با خوشحالی وایساده، نه تو توهم. آره دیگه جواب پروندهشو گرفته، منتظر فقط اینترویو. و ما خودمون برای آمریکا که کار میکنیم گارانتی میکنیم که اگر این قسمت اول اپروو نشود ریفاند میکنیم پولو.
زده اگه یه نفر لاتاری ببره بچهش بالا 18 باشه بچهش رو دیگه نمیتونه کاری بکنه؟ من لاتاری کار نکردم که اینو بدونم راستش بهت بگم. آره اگر ایج داون بعضی همیشه اینو کلی میتونم بگم همیشه سن بچه اون موقع مهم نیست، موقعی که سابمیت کردیه بعضی وقتا لاک میشه سن. مثلا برای کانادا اینجوری وقتی که اپلیکیشن رو سابمیت میکنی اون موقع که سن ها همه فریز میشه دیگه، بعدش هم بزرگتر میشه مهم نیست. آها آمریکا هم بعضی کیسا اینجوریه، برای لاتاری نمیدونم چون لاتاری کار نکردم. زده وکیلا شومولانسشون کوچیکه؟ جواب میتونی بدی؟ چیزی که من دیدم نه، من دو سه تا وکیل بیشتر ندیدم. یکی خیلی سوالش با مزه بود، زده بود چرا وکیل اکثرا مادر جنده؟ ببین من اینو جواب میدم، چون اگه مادر جنده نباشی نمیتونی وکیل شی. وکیل کارش چیه؟ وکیل کارش اینه که بره بنویسه یه آدم وحشی و گرگ، پوینت ها رو ببینه، دعوا کنه و پوینت یه نفری که بازنده است رو برنده کنه. تو میخوای یه آدم پپه این کار رو واسات بکنه در دادش من؟ تو میخوای کسکشترین و قوی ترین آدم بشه. هر کسی تو زندگی منو دیده، اینم وکیل جلوتون نشسته داره به تو الان کانفرم میکنه، هر کسی، نه 99%، هر کسی که تو زندگی منو دیده با من یه حرف زده گفته تو وکیلی؟ بعد چند تا گفته چرا تو وکیل نمیشی؟ ارو مادر زندگی من فهمیده که من با وکیل بشم دیگه، ارو چی گفته؟ چون دیده حاضر جوابم هی کسچه دارم میگن، گفته خب این وکیل شد دیگه، این حرام داده است. این به نظر من چون وکیل ها باید، اگه وکیلت کسکشی است نرو طرفش داداش، اینجوری بهش فکر کن. هزینه وکیل گرفتن مهاجرت چقدره؟ ماکان برای ساعت اولش مثل این که، یا نیم ساعت اولش مجانیه، بعدش دیگه پولی یا کانترکت. حتما خواستین از این استفاده کنید. چجوری کار جنرال رو تبدیل کنیم به کار تخصصی بعد از مهاجرت؟ اگر دیگری لازم داره که میره دیگری یا سرتیفیکیشن یا لایسنس اون کارو میگیره، اگر نه مثل وکلا دیگه فقط یه کار، مثلا میگه من فقط چراغ عوض میکنم، فقط مثلا LED لایت چه میدونم فلان. آها خودش میتونه خودشو تخصصی کنه تکنیکلی دیگه. اگر لایسنسی نداشته باشه و سرتیفیکیتی نخواد از رو کارش بعد بکنه. کسی که تو آلمانه میتونه بیاد کانادا برای زندگی؟ آره یعنی همون جوری ویزا پروسسش همونه که از اینا میاد؟ آره استا باید بگیره. ممکنه یه سری برای آمریکا ممکنه یه سری آپشن های دیگه هم داشته باشه، ویزا گرفتناش خوب راحت تره، ولی بخواد اقامتی بیاد همونه. اقامتی بخواد بیاد کلا همه دنیا یکیه یا یه سری کشورها راحت ترن؟ بعضی کشورها نه یکیه، همش ریکوایرمنت ها یکیه. بعضی وقتا پروسسینگ تایم ها فرق میکنه براشون، مثلا میگن این راش، مثلا اوکراین، اتفاقی که تو اوکراین افتاد راش گذاشتن دیگه رو همشون. آها کیسا خیلی سریع رفت جلو. آمریکا ولی برای بعضی کشوراست که اگر تو آمریکا هستی و از اون کشور هستی این بنفیت ها رو میتونی بگیری. اوکی فهمی، پوینت بهت میده به خاطر اون کشور، کارتو بهتر نمیکنه. فهمیدم. بعضی وقت آمریکا میکنه کارتو بهتر، مثلا تو اگه از یک کشور ایران باشی بیای اینجا بمونی الان کاری نمیکنه برات، ولی اگه مثلا از ال سالوادور باشی قبلا اومده باشی اینجا بعد اجازه میده بمونی. مثلا آدم درستی بیا الکی کسی نیاری بعد بره مردم تلکه کنه جیبشونو بزنه. نه بابا این یارو داداش همه زنمو، این دایوس دوست دختر منو میورد دیت، همون داشتش آل داشت آمریکا وکیلشو میگیره برای مسافرت میومد اینجا، زنگ میزد دوست دختر منو دعوت میکرد با هم دیگه میرفتن دیت، منم نمیگفت بیام جاکش، میرفتن با هم دیت، بعد میومد خونه، بعد میرفت دوباره آمریکا، بعد دوباره شیشو بعد برمیگرد دوباره میرفت. من دیت دوست دخترم میفهمم که ماکان اومده. اگه کسی پولتون بزنه بزنین این بزنه. البته دیت نبود. اینجا میفهمی وکیلا. ببینی سوی بگوینم. من دارم پلی استیشن بازی میکنم، خانمم کلاسش تمام شده بود یا دوست دخترم. گفتم این بره یارش. اونا چم بگو. ازش بپرس چقدر مهمه این که آدم بخواد با وکیل داخل ایران برای خروج هماهنگی کنه. برای اون وقت که منطقیه، ولی برای خروج چطور؟ اون به نظر من دیگه بستگی باز دوره با کیس خود طرف داره. مثلا اگر توی ایران دادگاهی داره، کیس بازی داره، مشکلایی داره، خب اونو بعد این یه وکیل توی ایران بگیره مطمئن بشه اون هم کلیره که یا موقع خروج به مشکل نخوره یا بعداً موقع ورودش به مشکل نخوره. جز اون اگه مثلا همه چیز روتین باشه، نرمال باشه، نباید مشکلی یعنی تو ایران داشته باشه که بخواد نگران باشه. برای اینکه تحصیلی بخوام بیان فقط بعد نشون بدم پول یه سال اولشون رو دارن گفتی؟ تحصیلی بخوام بیان آره. ببین پرپس اصلا کلا همه تمپرری ها، همه ویزایی که موقت هست
سه تا چیز مهمه، یکی پرپسشونه، دلیلشون اومدن، یکی وابستگیشون به کشورشونه، یکی هم پول. حالا دلیل اومدنشون اونه که کار میکنه مشخصه، دانشجو مشخصه، توریستی هم باید مشخص بکنه. دانشجو اگر مثلا اومده نمیدونم روانشناسی خونده، لیسانسشو گرفته، میگه حالا میخوام برم مسترز اکونومیکس بخونم، اینو باید نشون بده ربطش به هم، برای چی الان میخواد بیاد اینو بخونه. میدونی پرپسش ممکنه کلیر نباشه، اکسپلنیشن بخواد. ولی اونی که مثلا داره لیسانس میخونه توی رشته خودش، همون لیسانسشو میاد تو کانادا ادامه میده یا تو آمریکا، این پرپس کلیره، یعنی هنوز تو سطح بچلرش داره میره بالا. یا مثلا یکی میگه من پی اچ دی گرفتم توی مثلا یه برانچی تو ساینس، حالا میخوام برم بچلر فورستری بگیرم، این آفیسر مبهم نیست، یعنی خانه نیست برای پرپسش. بگه پی اچ دی چرا میخوای حالا بیای بچلر بگیری؟ سن ها مهمه، مثلا یکی تو 50 سالگی میخواد بیاد دانشجو، خب نه پرپست واقعا کلیر نیست، تو برای چی تو 50 سالگی میخوای درس بخونی؟ اینا مهمه. فقط پول برای سال اول، باید هزینه های زندگی سال اول تو نشون بدی به اضافه تویشن. ولی اگه کل سیوینگزت هست مثلا 60,000 تا و نشون میخوای بدی که من 50,000 دلار برای سال اولمه، اون آفیسر ممکنه بگه خب سال دوم میخوای چیکار کنی؟ و این اصلا عاقلانه هست کسی که 60,000 دلار داره بیاد 50,000 دلارش یه دفعه خرج کنه برای یک سال تحصیل در کانادا؟ نشون باید بدی که خب نه من مثلا بیشتر هستم. معمولا دانشجو فامیلیشون رو اینوالو میکنه، مثلا پدر مادر نامه میدن که ما اینو ساپورت میکنیم، اینم وضعیت مالی ماست، یعنی خود دانشجو خیلی لازم نیست چیزی داشته باشه. زده دانشجوی دندونپزشکی هستن در باکو جمهوری آذربایجان، تحصیل میکنم، چطور انتقالی بگیرم؟ همون چی گفتی بعد دانشگاه پیدا کنه بگی من میخوام بیام دیگه. آره دانشگاه باید انتخاب کنم. باکو من فکر نمیکنم، ولی بعضی از دانشگاه‌ها مثلا تو اروپا هستن که ترانسفر میکنن خودشون، قرارداد دارن با یک دانشگاهی توی آمریکا یا کانادا و بین همگی ترانسفر میکنن. آها اونجوری هم میتونه. واسه یه خانواده 4 نفره بخوان ویزیتوری اقدام کنن، چه روشی شانس بیشتری داره؟ من دوباره برمیگردم رو پرپس، دلیلشون چیه 4 تایی میخوان بیان اینجا. دعوتنامه کمک میکنه، درست میگم؟ باز برمیگرده به سفرات قبلیشون تو 5 سال گذشته. مثلا میگن اینا 4 تا تو 5 سال گذشته استرالیا رفتن، انگلیس رفتن، اسپانیا رفتن، فرانسه رفتن، همه با هم 4 تایی. قول 4 تایی میخوام بیام کانادا، بیان مردم واقع مشکلی نداره و درآمد هم هست. ولی اگه همیشه مثلا فقط پدر خانواده رفته یا مادر خانواده رفته، حالا یه دفعه میخوان 4 تایی با هم بیان ونکوور، این پرپسش دیگه خیلی باید روشن بشه، برای چی این دفعه حالا 4 تاییتون میخواین بیان. یکی خیلی ساده پرسیده، زده ورک پرمیت رو توضیح میدی؟ اجازه کار میشه، بعد لولای مختلف داره، حالا برای کانادا یا آمریکا، برای بهتران زیاد برای کانادا میپرسه. ورک پرمیت دو جور هست، یکی این که همسرت اگر تو کانادا هست حالا از لحاظ تحصیلی یا کاری، تا میتونی کنارش اجازه کار بگیری یا تحصیل بگیری و اوپنه، یعنی هر کاری که بخوای میکنی، لازم نیست توی سکت خصوصی باشه. یک ورک پرمیت هست که لیمیتد هست، مثل مثلا ورک پرمیت که توی ستارتاپ ویزا به مین اپلیکنت میدن، اون فقط باید توی ستارتاپ خودش کار کنه. یک ورک پرمیت دیگه هست که LMIA میخواد، لیبر مارکت امپکت اسسمنت میخواد، اون کسی که در بحث اول صحبتامون صحبت کرد میخواد بیا توی شرکتی کار کنه، اون شرکت باید فی الواقع دنبال کار اون باشه. اون رو میخوام اینجا پیدا نمیکنم و میخوام بیام، و باز اون ورک پرمیت هم لیمیتد فقط به اون امپلایر. بعد الان من یه نفر آوردم به اسم قاسم اینجا، قاسم میتونه بعضی هفته بزنه در کنم من بره یا نه؟ قاسم هم موظفه واسه من کار کنه چون به خاطر من اومده. خب نه میتونه بذاره بره، ولی اون اجازه کاری که از تو گرفته نمیتونه برای کسی دیگه با اون اجازه کار کنه، دیگه میره سیاه کار میکنه. آها یعنی در واقع پناهنده میتونه بشه تکنیکلی. دیگه حالا هر کاری که میخواد بکنه، ممکنه هیچ کارم نکنه، ولی لایسنسی اجازه کارش که بهش میدن، ورک اوتورایزیشنش، برای سهیله. آها فقط تو کمپانی من میتونه کار کنه. فقط آره تو کمپانی شما. فهمیدم. اوکی اوکی. آخرین سوال، واسه کسایی که پایان خدمت ندارن راهی هست؟ پایان خدمت ندارن؟ خب نمیفهمم برای چی، یعنی چون از ایران ممنوع خروجن. فکر می‌کنم سوالش خیلی ربط داره به ایران. میدونم رب داره بیرون، ولی پایان خدمت ندارن، یعنی اصلا خدمت نرفته. آره یعنی تمومش نکرده، یا وسطشه یا تمومش نکرده.
من فکر میکنم که مشکل با ایران باشه دیگه، یعنی مشکلشون تو فرودگاه نه مشکل داری دیگه. با ایران باشه، آره پالیسی ایرانی که خب اگه سربازی نمیتونی که بری خارج بشی. اونو من با قوانین ایران دیگه آشنا نیستم متاسفانه که. چرا دلت میخواد در آینده برای دوست صمیمی ساعت رولکس بخری؟ اون خب تو بگو برای چی میخوای به من ساعت رولکس بخری؟ سوال خیلی خوبیه. این عشقه، چون عشق واقعی با ساعت رولکس میاد. ما ساعتمون از این ساعتم اصلا چیزه الکی بر روش کشیدن تصویره، حتی عقربش نتوستم بس کنم. خب برعکس عزیز، امیدوارم سوال مهاجرتیتون حل شده باشه، چون واقعا من یه ساعت پیش خیلی کمتر اطلاعات داشتم راجع به مهاجرت تا الان. اولا من چقدر میخوام تشکر کنم از همه بچه‌هایی که منو تو این پوزیشن قرار دادن که من یه پادکستر درست کوچیک ولی شدم دیگه، پادکستر شدم دیگه، میتونم بگم دیگه بعد از 70,000 تا فالوور تو میتونی یه خورده احساس کنی که داری تکونی میخوری. و چقدر خوشحالم از این پوزیشنی که هستم، چون هر روزی که برای شما یه دونه ویدیو درست میکنم، به غیر از اینکه یه کار خوب انجام دادم تو دنیای خودم که یه کار انجام دادم کسخار اون، همین جوری دارم چیز می زیاد میگیرم. مثلا یادم این مثل ماکان، من الان باهاش چندین سال دوستم، هیچ وقت واقعا نشستم ازش یه رو بپرسم آقا مهاجرت چیه. من واقعا نمیدونم این ویزای فاکین چیز چیه، همین دعوتنامه نمیدونم چیه، ولی الان انقدر پرم یه نفر ازم بپرسه میگم اوه اینو من میدونم، اوه اینو من میدونم. اصلا ویدیوش از پر خود به دهن وکیل بشه، حرف منو گوش نده. مرسی واقعا که من تو این پوزیشن قرار گذاشتین، مرسی که واقعا از آدمایی مثل ماکان میان، یه سری آدما کونی هم بهشون میگیم بیا جو میگیرتشون، میگن نمی. اونی که دور دوستن جای دور میاد و نمیگم ها، میان دوستم پروفسور دانشگاه که خیلی دارم میخواست بیارمش، هر کاری کردم گفت من جای دوربین نمیام، اون من نه نه اینستاگرام دارم نه فیسبوک دارم، من اصلا سوشال مدیا وارد نشدم. اولا کسایی که سوشال مدیا وارد نمیشن خیلی کارتون غیر عادیه، مثلا خاکستری میمونین که مثلا تلفن اومده بود میگفتن ما نامه میفرستیم، هنوز بابا دیگه تکنولوژی نمیدونن، یعنی سوشال مدیا آپشنال نیستش. من خودم اصلا اونا بودم، یادم دوست دخترم برام باز کرد، و چه مسخره بازی، هر کی میرسه میگه فیسبوک چی میگی من ندارم، رفت برام فیسبوک هم باز کرد دیگه، معلومه فیسبوک داشتم میگم توش چاکس.